تاپ موزیک یه عالمه آدم میشه. خیلی ایمیل گرفته بودیم که با مرس مشکل خوردی. بدون تکتیب کنیم که مرس هنوز در فیسفیل هست. مرس هنوز برامون افشاگریه خیلی خوبی داشته باشه. تفارش کرده بیارا خوب باشه. که تو تالا خود تروما دادی به کسی؟ بیدی یکی پیتزا میدید چون که یه آفشون پیتزا الان مرس با پادکست بریم پادکست پیش مرس. این دیگه تشه. من اوکی وسطش گوشی رم یه نگاهی بندازم یا نه؟ که من همه چی آماده است؟ مرس چطوری؟ فدا. بزن من میگم بیره رو همین اول بزنی. ها شروع کنیم. تو معلوم بشه بیره. جدی میگم. حالا که اینطوری هست. که ایوان همیشه داره خوب بیشتر از من خوش میگذره تو پادکست. بیره رو بزنی. چه تمین؟ بذار ببینیم. ساعت چنده؟ 12. بسنیم که این چیه؟ اوریجینال مال بورنت برو تو هیت ده مارک. هیچ آیدیایی راجبه؟ فقط من دیدم چون استاروارز گرفتن. من میدونم که زنه حامله نباید بخورن. اون که هیچ چیزی نباید بخورن. کلا بزنی آیش. خوبه. بهتر. خیلی بهتر. بالکونی رو دو قسمت کرده. چطوری همه چی خوب؟ روز گفتم که بیای که صحبت کنیم راجع به خب چون میدونم که یکی از پرتراما ترین آدم های بلاپس 100%. گفتم که یکی از داستانات که خیلی جالبه واسه خودم. کدومش؟ دیپورتیه. چون خودم تا یه حدی میدونم اون موقع، ولی من خیلی با تو چیز نبودم. یعنی داستان از راوی داستانی که میستم. نه اون موقع وسیله واسه من نفرستادی. ولی داستانو از سمت کسی دیگه شنیده بودم. واسه همین گفتم راویم بیای تو بشی. خوبه. کلن تروما چجوری بوده؟ زیاد داشتی تو زندگی؟ ببین تروما که بگایی زیاد داشتم تو زندگیم و بعضیش تروما شده آره واقعا. ولی آره کلن بدبختی و گرفتاری و یهو مثلا از آسمون سنگ میباره میگم دیدی هی نمیشه. آره دیدی هی میگی نمیشه خسته میشی. آره خیلی واسم سنگ باریده و اتفاقایی که شاید خیلی هاشم واقعا خودت هیچ دستی توشون نداری، یعنی اتفاق میفته واسد یهو دیگه 100% داشتی دیگه تو هم. ممکن تلس شده باشی؟ ببین به خدا بهش فکر کردم. خیلی بهش فکر کردم. یعنی من گفتم حتی اطرافیانم خیلی بهم میگفتن 100% یه دعایی چیزی واسد نوشتم یا مثلا اعتقاد داری؟ اعتقاد داری تو؟ من بالا میترسم بگم نه، ولی شده بهش فکر کنم. کیوان که میخنده. ولی بهش فکر میکنم یه مدت نمی ای تو زنیم نمیشد تو فکر میکنم نکنه اکسام مثلا رفته من ترس کردم مثلا یه چیز نمیشد. به خدا من که معتقدم که هست، یعنی به نظر من باگ خلقت هستن، یعنی چرا؟ وجود داره دیگه آجی. یعنی یکی میتونه با یه دعا تو رو بدبختت کنه واقعا هست. من معتقدم که وجود داره، میشه، شدنیه. ولی بر کسی که خودش دعا رو می‌نویسه بر خودش هم بد میشه. ببین اینو میدونم که در این حد مطلعم که حالا کسی که این کارو میکنه که حالا مثلا یه موکلی داره و اینا کسی که ممکن تو ولی کسی که هم کسی که دعا رو می‌نویسه یه بار منفی، هم کسی که دعا رو می‌گیره خیلی انرژی منفی بعدش یعنی میاد سراغش. ولی به نظرم حتی کسی که دعا رو می‌گیره 100% خودش اینو میدونه که خودش هم پاش گیره این وسط، ولی به نظرم انقدر یا رو هرس و اینا داره که میگه اصلا فاک ایت آره بکنم این کار حتی هر قیمتی که هست، ولی اون بدبخشه مثلا. اینطوری دیدم نمونه و اینا دیدم که مثلا یکی مثلا خیلی بدبخت بوده بعد دعا پیدا کرده بودن بعد ممکنه تو رو کسی دعا برد نوشته باشه. ببین حقیقتا دنبالش بوده، از این تخم مرغا هست که روش اسمی نمیسن میزنن چشم واقعا. نه ولی نمیدونم، میگن که ببین پاسیبله واقعا، چرا که نه.
من شنیدم ولی دورش 3 ماه است. یارو هر 3 ماه میره مینویسه. این دست از سر من برد. یه چیز داستان دیپورتیو یه بار دوستان زمان خودت چون میخوانم برای تو چی جوری بوده داستانش. ببین نمیخوام خیلی دیتیل بگم چون آره پای چند نفر دیگه هم در میون بوده. نه اما از آره چیز خودت. اتفاقی که افتاد این بود که واقعا هیچ، یعنی میتونم بگم که من یه پارتی رفته بودم، یه تولدی بود و اینا، بعد حالا یه مورد مثبت اون زمان کرونا بود که تازه اومده بود، هنوز مجارستان نیومده بود این قضیه، بعد یعنی کرونا تو مجارستان نیومده. یادم مثلا با بچه‌ها مثلا صحبت می‌کردیم که بچه‌ها شاید این روزا مثلا مجارستان هم برسه، حواستون باشه. مثلا هنوز موردی مثلا خیلی تو اروپا و مجارستان اینا نبود، مثلا گفته بودن شاید 2-3 تا تو آلمان پیدا شده و اینا، خیلی تازه بود. ولی خب ایران خیلی شدید بود اون موقع. بعد حالا چند تا بچه از ایران اومده بودن داشتن این کرونا رو، حالا تو پارتی بودن و اینا قرنطینه شدن، ما هم قرنطینه کردن ما رو. حالا این خیلی میخوام چیز بدون. تو چی شد که قرنطینه؟ یعنی اولین چیزی کی به تو گفت بیا مثلا پاشو قرنطینه؟ ببین ساعت یه بار ساعت 10-11 شب اومدن دم در خونه، گفتن که امضا گرفتن از همون که آقا شما این کانتکت بودین، خونه بمونین، بعد تو خونه قرنطینه باشین و اینا، که ما هم امضا کردیم گفتیم اوکی خونه میمونیم. یعنی پلیس اومدن خونه؟ آره. بعد از این خیلی جدی اینا اومد مثلا؟ آره گفتش که حال جدی که نه، خیلی نرم بودن، اوکی بودن. این گروه اولیه خیلی اوکی بودن، ولی بعد دو روز ساعت فکر کنم 3-4 صبح بود اومدن. حالا تو کوروین رو میشناسی؟ یه منطقه با ماسک و اینا اومده بودن یا نه خیلی عادی؟ ببین با این لباس فضانوردی ها. اولی هم فضانوردی بود؟ نه اولیه فضانوردی نه، دومیه فضانوردی بود، با گان و اینا بودن که اومدن ببرن. یعنی این شکلی بود که یه برگه دادن گفتن وسیله رو جمع کن که پاشو بریم. بعد پاشدیم رفتیم باهاشون، خیلی فورس بود دیگه، یعنی انتخابی هم خیلی نداشتیم. آره نه نمیشد بگی میمونیم و اینا. وسیله رو جمع وقت بهت دادن 3-4 دقیقه همون پشت در بود و 10 دقیقه آره. بعد گفت مثلا نپرسید چیا میتونم بردارم با خودم دیگه. حالا ما یه ایده ای داشتیم که احتمالاً قرار قرنطینه بشیم، چون که اون دوستایی که اومده بودن قرنطینه شده بودن قبل ما، اون کسایی که مصاحبه شده بودن، میدونستیم که اونجا موندن، سو مثلا مسواک و اینا رو چند تا لباس و اینا خیلی جمع و جور در حد 10 دقیقه دیگه برداشتیم و رفتیم. یعنی بردنمون تو آمبولانس کردن بردنمون. بعد چشت روز بعد نمینه بیمارستان سند، میگم کثافت بود، یعنی چرک از در و دیوارش میریخ. بچه های مثلا مدیسن اینا هنوز روتیشن دارن، مثلا بعضی وقتا میرن اون بیمارستان و اینا، ولی اصلا بیمارستان عفونیا بود. بعد آقا قرنطینه این شکلیه که تو میگی یکی رو میبرم قرنطینه توی اتاقی مثلا 4 دیواری میشونمش مثلا قرنطینش 2 هفته. بعد قرنطینه ما این شکلی رو 6 نفر توی اتاق، 3 نفر 3 نفر 3 نفر 6 نفر اینطوری قرنطینه کرده. این خیلی عجیب دوزیه دیگه. یا اصلا نمیدونستم داره چه اتفاقی میفته، کلا همه چی واسم اونجا علامت سوال بود. مسیرش هم که اصلا اون 3-4 صبح اومده بودن دم در خونه پنیکتور، اصلا خیلی ترسناک بود کلا همه چی. بعد تو آمبولانس کردن و بردن و اینا و کرونا. بعد تا بیمارستان با آمبولانس رفتی؟ آره تو آمبولانس کردن و بردن. بعد یه موضوعی هم که بود اون اوایل که کرونا اومده بود، ببین ما همه فکر می‌کردیم کرونا بگیری میمیری، یعنی اینطوری بود دیگه. یعنی مثلا یه ترسناک بود، یه ویروسیه که بگیری دیگه تمومه دیگه، نمیری هم مثلا یه ممکنه آره یه اتفاقی میفته. سو اون علم خیلی نبود که مثلا شاید چیز عادی مثل ویروس میشه باش برخورد کرد، با اینکه مرگ و میرش بالا بودا، ولی کلا دارم میگم یعنی ما خیلی ترس زیادی نسبت به این موضوع هم داشتیم، چون ناشناخته بود، خیلی اوایلش بود، یعنی فکر میکردیم که این ویروس گرفتنش مرگ، کلا تروماتایز بودیم سر همین ویروس هم آلردی. بعد بردنمون همین تو اتاق کردن و گفتن که آقا 2 هفته اینجا باشین. وای یادم میاد خیلی ناراحت میشم. بعد تو اون دو هفته بودی کلا؟ ببین من یکم شاید بیشتر، یه 2-3 روز شاید بیشتر از 2 هفته، ولی آره تقریبا 2 هفته. ببین خیلی چیزا رو خود اون 17 روزم سخت گذشت، وحشتناک گذشت. ببین هیچی که نداشتیم، 4 تا وسیله داشتیم، مثلا 4 تا لباس اینا برده بودیم، غذا میگم
کثافت بهمون میدادن. چی میدادن؟ یه سوپ توری بود توی ظرف پلاستیکی میوردن به قرآن، مثلا انگار چمن زده سر سوپ طرف ریخته تو سوپ، یه رنگ کثافتی اوف سبز لجنی. بعد با یه سیب مثلا میدادن اینطوری، ولی خب ما هیچ وقت اونو نخوردیم دیگه، یعنی اون غذا نمیخوردیم. یه سری بچه‌ها دوستایی که بیرون بودن لطف داشتن واسه ما وسیله میآوردن، که اگه اونا نبودن واقعا شاید سالم به بیرون از اون بیمارستان نمیرسیدیم واقعا. آره کلی وسیله، شاوت اوت تو دم واقعا. بعد این اتاقا با هم دیگه راه داشت، یعنی مثلا بچه‌های دیگه که تو اتاق دیگه بودو میدیدین؟ ببین یه بالکونی داشت، این تو این بالکونیه مثلا بچه‌ها مثلا میرفتن سیگار بکشن و اینا، اولش باز بود دو سه روز اول، ولی بعدش بستن، یعنی بالکون هم بستن. آره همه چی رو بستن دیگه، بچه‌ها فقط تو اتاق بودن، تو راه رو هم خیلی نمیشد اومد. بعد خلاصه بگذاریم که اوضاع چقدر بد بود، هر روز 6 صبح یه خانم، وای قیافش هم یادم نمیرسن، میگم ترسناک بود این خانم نرس، خیلی وحشتناک بود. فکر کن 6 صبح میمد میزد بهت، فکر میکردی که داری خالقتو میبینی، یعنی دیگه رفتی اون دنیا تموم شد. این با این قیافش و این ابروهای خیلی عصبی تو هم رفته این شکلی، با شما خالقتم. آره باشه که بریم دیگه. چیکار میشه دیگه، نوبتمون شد. میمد پی سی آر رو خیلی وحشی میکرد تا خرتناف تو دماغت. آره خیلی هم بلد نبودن که یه نرس ساده بنده خدایی آوردنش، اصلا نمیدونه پی سی آر چیه، کرونا چیه، فقط بهش گفتن اینو باید بکنی تا ته تو دماغ طرف بچرخونی. این هم خیلی ناشی این کارو میکرد و خیلی درد داشت واسه چیچه صبح از خواب بیدارشی، دردناکی بود. ولی آره اینش کارو میکردم. بعد دانشگاه هم داشتی همون تایم؟ آره فکر نکنم، یادم نمیاد تو بیانست، ولی فکر نکنم، چون آخه تاریخی فکرم اسفند داشتیم بود. داشتیم چرا داشتیم، ولی آنلاین بود دیگه فکر کنم، نمیدونم شده بود دیگه، اصلا مهم نه. فکر کنم اونجا دیگه اولویت به دانشگاه نبود. آره کردم به هیچ عنوان، برای همین اصلا فکر کنم یادم هم نمیاد، ولی یعنی سر کلاس رفته بودم، پس قاعدتا تو دانشگاه بوده، داره بارون میاد، بارون خوشگل داره میاد. ببین واسه همون لطف میکردن، چای میوردن، یعنی مثلا غذا و چای داشتیم، چای آیستی بود توی لگن قرمز میذاشتن تو مایکروفر گرم میکردن آیستی رو، از این آیستی پیچه هست می آوردن، بعد خب هیچکی هم نمیخوره، یعنی همونو می آورد همونم می برد همیشه. ولی بعد دوشش، حمومش، دستشویش، وای نمیتونی. بعد چقدر دعوا اینا مثلا اونجا با پرسنل دعواتون نشد؟ بحثی نشد؟ ببین نمیخوام برم تو دیت، یه اتفاقی افتاد خیلی اتفاق وحشتناکی بود، میگم همون سر ترام، یکی از بچه‌ام در همین حد میگم که یکی از بچه‌ها توی اتاق 6 نفره مثبت شده بود، بعد اینا چون جا نداشتن این بنده خدا رو گذاشته بودن با هم. آره بهش گفتن که این مطمئنی این اتفاقو؟ مطمئنم. آره بابا 100%، این مثبت هم بود، 100% مثبت بوده، فقط هم ریزالت اون مثبت بوده، یعنی تو روزه اول بود ریزالت یکی از بچه ها مثبت شد، بعد تو همون اتاق بهش گفتن که آقا ریزالتت مثبته و برو بشین همون جایی که هستی، به هیچکی هم هیچی نگو، فعلا جا نداریم، بشین نگو که مثبتی به کسی تا جا پیدا شه دیگه، تا بتونیم تکی قرنطینت کنیم. بهش گفتن که برو بشین و این بنده خدام خیلی دووم نیاورد، یعنی آن بعد روم بیچاره در پنجره رو بستن، یه دکتری هم تو اتاقشون بوده، گفته بوده که آقا سیگار می‌خوایم بکشین تو اتاق بکشین، یعنی مثلا قشنگ اسپرید ویروس دیگه، یعنی اگه چیزی شد مثلا همینجا در پنجره رو بسته بود و همه چی خیلی خوشگل. بعد خب وایسا وایسا قاعدتا میشه رفت تو. یه پاز میدیم اینجا، آره کیو آن یه وایسا چیز میکنی؟ بارون بارون زمینا تر میشه. در پنجره بستن و گفتن که آقا نکشین، یعنی تو بکشین و اینا. بعد ببین کلا یه چیزی که هست این شکلیه که تو وقتی توی اتاقی باشی ببینی اونم همون میگم اوایل ببینی یکی بغلت مثبته، بعد خوابوندنش بغلت، یعنی تخت مثلا یه متریته،
بعد خوابوندنش طرف مثبت، اونم میدونه، دکترم که اونجا داره سخنرانی میکنه میدونه، همه در جریانن، فقط تو نمیدونی، اصلا انگار مثلا گیرت آوردن. بعد خب میترسید، یعنی حس میکنید که اوکی طرف گذاشتن این بغل، خب من گرفتم دیگه الان یا رو این بغل، اصلا برات مهم نیست چی، یعنی برای دکتر اصلا مهم نیست، اصلا واسه شون مهم نبود. چه روزی فهمیدی که احتمالی که دیپورشین هست؟ آهان ببین، حالا این پروسه گذشت، تو اون روزی که اصلا اونجا بودی فکر می‌کردی تش چیه؟ یعنی تش مثلا خوبی؟ تش میرم خونم و از آزادیم لذت میبرم. یعنی میگم مثلا یکی دو هفته هستی تمام میشه میره، گفتم می به خودم دلداری میدادم، میگفتم ببین دو هفته از سخته، اوکیه مثلا دو هفته حالا چمن بخور، چمن بخور، آره سیب بخور، اوکی میشه، کسی که میدونم زیر این پتوه باش فعلا. این میگفتم تعامل کن دو هفته بعدش دیگه میری خونت، ولی میگفتم قشنگ این شکلی بودم که وای برم خونه چه کارهایی که نمی کنم، از آزادی این که میتونم خونه برم بیرون برم این خیلی چیزه. آره. بعد خیلی... امنیت بیمارستان خیلی زیاد بود، یعنی راه فرار نداشت. جدی الان؟ یعنی داری اینو به عنوان یه سجستشن استفاده میکنی؟ میخوام بگم که واقعا مثلا به این فکر کرده بودم مثلا 6-7 نفر رو بذارن که کسی در نره. ببین راه فرار که ما راه هیچ وقت به فرار فکر نکردیم، شاید مثلا اصلا نمیشه به فرار فکر کرد از بیمارستان، ولی واسه ما هلوش 3 واگن پلیس گذاشته بودن، بعد تو راه روها پلیس بود، پلیس خوب بود، زیاد بود. یعنی بس گذاشته بودن، آره به شدت زیاد، ولی حالا ما خیلی جدی سیریس نمی گرفتیم، بازم میگفتیم حالا امنیتیه دیگه مثلا گذاشتن و اینا. ما تقریبا فرست کیس های مشکوک به کرونا هم بود. بعد دو هفته خب کسایی که تو اتاقشون مثبت در اومده بود دو هفتهشون دوباره رینیو میشد، یعنی اونا بعد دوباره دو هفته قرنطینه رو شروع کردن، ولی اگر که منفی بود بعد دو هفته دیگه میذاشتن بری دیگه، میگفتن آقا قرنطینه تو گذروندی، منفی برو مراقب خودت باش، خدا یارو نگهدارت. ولی ما رو که اووردن بیرون که ما خیلی خوشحال، گفتن امروز مرخص میشین، ما گفتیم ایول قرار بریم، رفتیم قشنگ یادمه تصویر فاک این سینماتیکی که تو دوست داری، تصویر سینماتیکی ما خیلی سینماتیکی تو فرق داره، خیلی یکم دردناکه، خیلی این قشنگ یادمه که رفتیم بالا، دروغ نمیگم بالای 15 تا پلیس قشنگ ردیفی وایساده بودن، بعد قشنگ جلوی، یعنی جلوی راهرو اون در و گیتر رو گرفته بودن این 15 تا، حالا هر چند تا که بودن. بعد ما هم شکلی وایساده بودیم نمیدونستیم چرا، شبم بود، شب مرخص شد، یعنی هوا تاریک بود یادمه تقریبا. بعد هر کسی رو که داشتن مرخص میکردن با 2-3-4 نفر پلیس میفرستادن پایین، یعنی پلیس مثلا بادیگارتور میمد میبردد پایین بیمارستان، بعد یه نامه میدادن بهمون که این نامه میگفتش که فردا بعد 7 بیاین مثلا بودافوکی، بیاین ایمیگریشن، جایی که مثلا مهاجرا رو میبرن، کسایی که مهاجرت میکنن اون مثلا ایمیگریشنش آفیسشونه واسه اوناست. چه روز چندم بود؟ عددشو میخوای؟ نه مثلا میخوام یه هفته گذشته بود، 10 گذشته بود از موقعی که گرفته بودنتون توی بیمارستان قرنطینه شده بودیم. ببین ما دو هفته بعد از اینکه قرنطینمون تموم شد داشتیم میرفتیم خونه، این اتفاق افتاد دیگه، یعنی نرفتیم خونه، قرنطینه تموم شد گفتم برین خونه ولی برین فردا ایمیگریشن، آفرین، یعنی این پلیسا اومدن بعد نامه رو دادن که آقا من فردا حضور پیدا میکنم، این شکلی بود که امضا میکرد. آره امضا میکردیم، 3-4 تا پلیس هم زیرش امضا میکردن به عنوان شاهد که ما شاهد بودیم که امضا کرد و اینا. ما رفتیم خونه، شب خوابیدیم، حالا همچنان میگفت نمیدونست خوشحال چه خبره، من که واقعا در پوست خودم نمیگنجیدم چون رفتم خونم دوش گرفتم و خیلی خوشحال بودم که دارم تمیز میشم. دوش خونم رو واقعا اون موقع ستایش میکردم. آره و خوابیدم، بیدار شدم، رفتم. ببین ما 12 بیشتر توی اون بودافوکی بودیم، اون آفیسه، هیچی نخوردیم، هیچی بهمون ندادن که بخوریم، داکیومنت پر کردیم و هزار تا چرت و پرت. بعد آخرش دیسیژن با امضای رئیس جمهور، نخست وزیر اینجا اوربان، زیر همه برگه ها که ما دیپورت شدیم، جرمم تهدید علیه امنیت ملی خورده بود. بعد وای
سهند یادم نمیره، منو بردن توی اتاق تکی. ببین آره نشوندنم، داشت یارو اینترویو میکرد که تو مثلا انگریشو داری، مثلا خوبی اوکی، یا مثلا آره همه چی خوبه، تو بیمارستان چی کار کردی. و مثلا جرم من مثلا خورده بود استفاده از هند سانیتایزر تو راه رو. استفاده کردی آره. چی؟ یعنی جرم زدن من که مثلا رفتم تو راه رو نباید میرفتم از هند سانیتایزر. چرت و پرت، یعنی ایشکی که همین شکلی خیاری جرم بسته بودن دیگه. بعد تهدید علیه امنیت ملی هم اصلا جوک نیست، یعنی مثلا تو ایران فکر کنم اعدام باشه حکمش، تهدید علیه امنیت جورایی. ملی ولی آره کیوان بعد ببین این صحنه رو بهت بگم که من واقعا این هیچ وقت آخر عمرم مطمئنم از ذهنم پاک نمیشه. یه غلطک بزرگ بود روی یه چیز سیاه از این مهرا، خب این شکلی قشنگ یارو بردن تور میچرخون سیاه میشد، کف دستام آورد گفت کف دستاتو بذار، قشنگ کشید روش تمامش، گفت دست راستو بذار دست چپ، انگشت نگاری میخواست بکنه، دست راستو بذار دست چپو بذار، قشنگ مثلا اینه رستگاری در شاشی. ببین اینا رو گذاشت و بعد وای اصلا نمیتونم بگمش. این دیدی که دوزار رو یه پلاکاردی میذارن شماره داره و این شماره رو میگن نگهدار، یعنی تو تو زندگیت فکر میکنی همچین چیزی اصلا اتفاق بیفته برات یه روزی؟ منم هیچ وقت فکر نمیکردم. ولی باحاله، یعنی باحال که عجیبه ها، خیلی عجیبه، خیلی ترسناکه اصلا. بعد از اینا چراشم چرا آخه، یعنی چی کار کردیم؟ نمیدونی، همش علامت سواله. ولی اون لحظه اونجایی تو ریاکشن اون موقع چی بود؟ ترس بود؟ عصبانیت بود؟ ببین اینو دارم بهت میگم که این اتفاقی که افتاد، اینو گرفته بودم دستم که یارو عکس میگرفت با فلش شق میخورد تو چشام، بعد میگفت برگرد 90 درجه، من داشتم میخندیدم هیستریک، یعنی باورم نمیشد الان وایستادم اینجا. جدی میگی؟ داشتم قهقه میزدم. آره اصلا باورم نمیشد که داره این اتفاق برام میفته، یعنی اسم کردم جوکه، اسم کردم مثلا فیلم سینمایی، هنوز مثلا همچین چیزی نیست، من الان اینجا وایسادم دارن از شماره دادن به مثلا میگن که عکس بگی. اصلا خیلی ترسناک بود این صحنه، واقعا یادم نمیره، اصلا هنوز که فکر میکنم یکم بغضی میشم. خود دیسیژن چی بود؟ گفتن که دیپورت آره. چند روز دیگه بعد دیپورت چی؟ ببین وای بعدش، بعد این قضیه که دیپورت دیگه دیدی یه حالتی هست، آقا تکلیفت که مشخصه، میگن یه دری رو نیمه باز نذار هیچ وقت، یا در رو ببند یا در رو باز کن نیمه بازه، نمیدونی با کدوم باد میاد میبنده، ترسش بیشتره، تراماتایز تری. این دره نیمه باز مونده بود دیگه، یعنی ما توی برزخی بودیم که آقا دیپورت میشیم، دیپورت نمیشیم، کی دیپورت میشیم. این برزخه دوباره خیلی بدتر، قرنطینه خونگی بودیم. بعد وای مثلا روزی مثلا 2 ساعت میتونستیم بریم بیرون توی ساعت مشخصی و این از این داستانا. من فکر کنم کلا خونه بیرون نرفتم، یعنی همش خونه بودم، دپ دپ نشسته بودم، داشتم دیسیژن های زندگیمو دوره میکردم که چی شد من به اینجا رسیدم الان، چرا اصلا. و کلن خیلی همچنان اون هوپه بود دیگه. بعد میگن به مو میرسه ولی پاره نمیشه، دروغ میگن، پاره میشه. پاره شد، رفتیم. ببین خیلی خلاصه بهت بگم این گذشت، یعنی نمیدونم فکر کنم 1 هفته 2 هفته همچنان ما تو این برزخه بودیم. یه بار گرفتن واسه همون تیکت، کنسل شد، گفتیم ایول قرار بمونیم خیلی خوشحال، بعد دوباره یه تیکت دیگه آوردن، این دفعه کنسل نشد، رفتیم فرودگاه. خب چقدر از موقعی که بیمارستان اومدی بیرون رفتی ایمیگریشن، چند روز بعدش رفتی فرودگاه و دیگه برگشتی؟ نمیدونم، یادم نمیاد، ولی یه هفته دو هفته. بعد فرصت داشتی که وسیله جمع کنی؟ آره من چمدونامو جمع کرده بودم، جلو در بود تمام این مدت. یعنی آماده کرده بودی خودت؟ آره، یه چمدون بزرگ جمع کرده بودم، یه کریان، بقیهش هم مثلا گفته بودم که بچه ها بفرستم بعدن دیگه واسم، مثلا اینطوری بود قشنگ. ولی آره شو کرده بودی بگی آقا گور سرش میخوام برم دیگه، اصلا چی اینجا هی من مسخره کرد؟ یا اگه میخواستی نداشتی چنگ میزدی بمونی؟ آخ ببین آیا یه موضوعی که هست، اصلا بقیه رو که میدیدم، چون من تنها نبودم توی قضیه، کلا بقیه رو که میدیدم، این نمیدونی
به چه چیزهایی واقعا رو آوردیم و چه میدونم من چون منم بودم دیگه. من میگم این داستان مثلا با 6 7 نفر دیگه شاید اون تو روزاش بودم مثلا دیلی صحبت میکردیم و اینا میدونم کار عجیب غریب یعنی دیگه همون دو مثلا به یو ان تکس این یه جمله داره داستایفسکی میگه که غریق به کاهی هم چنگ میزند. قشنگ اینطوری بود یعنی ما داشتیم غرق می‌شدیم چیزام نمی‌کنم سرزنش نمیشه کرد دیگه چون مثلا آخه تو خیلی اصلا تو این سیچویشن مثلا هر کاری می‌کنی ولی بعضی ولی یه چیزی که بود بعضیا شرفشون هم حتی داشتن می‌فروختن بعد اینش یکم مثلا ناراحت کننده بود ولی خلاصه بهت بگم که من دیپورت شدم بعد نمیدونم چی شد به خدا یهو بخشیدن اوکی شد بعد برگشتم مثلا خیلی مسخره بود یعنی حس میکنم فقط میخواستن ما بریم خب اون رفتن چه حسی داشتید فکر کنم اون ترامای اصلی و تروماتایز شدن مثلا فکر کنم از فرودگاه سر همین خیلی میترسم یعنی بعد اون مطمئنم تقریبا با پلیس و اینا رفتیم فرودگاه دیگه با خودتون که نرفتیم نه خودمون رفتیم خودتون رفتیم ولی آره. پلیس اونجا بود نظارت یا اینکه بیا داره سفارت بلش کن دلم پوره به خدا ولی بعد رفت تو هواپیما چی بود گرینا کردی ناراحت بودی فکر میکردی که تموم شد دیگه ببین من من مطمئنم که بعد از اون دیپورتی یعنی اون رفتنه کلن از فرودگاه من خیلی بدم اومد و خیلی ترسیدم آهان آره کلن ترس از فرودگاهه از اونجا افتاد به جونم یعنی هنوز که هنوز من کلن فرودگاه اینا میخوام برم یا کلن کسی میره خیلی میترسم ازش بعد حسه که وحشتناک بود بعد من شکلی بودم که اوکی با همه خدافزی و اینکه دیگه باید برم دیگه الان بپذیرم که آقا این چپتر زندگی من تموم شد به این فکر کنم جلید. که آره الان اصلا کجا برم درسه رو چی کار کنم این میدونی ادامه شو اصلا چی کار کنم میپذیرم به فکر حتی انتقالی به ایران افتادم به ما انتقالی نمیدادن چه درد سرای ایران داشتم من اوف از این وزارت به اون وزارت در به در دنبالش ولی بعد یه سوال اون روزه که خیلی چیز بودی چی آرومت میکرد یعنی مثلا کسی بودش که خیلی بهت کمک کنه یا ببین من خانوادم ساپورت اونجا من فهمیدم که هر چیزی هم از دست بدم هر چیزی من بشه تهش این خانواده رو دارم یعنی ببین خیلی خوبه من اسم میگم چون خیلی من. از خانواده ها ساپورت نمی کنه. من دیدم خانواده ای که مثلا اینطوری که میگه آقا من کاری نکردم دیپورت شدم مثلا نمیدونم دلیلش بقیه بوده ولی خانواده ساپورت نمی‌کنه میگه نه حتما یه کاری کردی اونجا بودی یا مثلا چرا اینطوری شد چرا برای بقیه نشد چرا رفتی مهمونی چرا اون شب اون کاری کردی چرا گفتن مثلا... چرا نگن 100% گفتن که مثلا چرا که حواست نبود و اینا ولی بازم ببین تهش تو هر چی هم بشه به پسترین نقطه زندگیت هم برسی من همیشه مطمئنم که پدرم مادرم یا مثلا خواهرم اینا همیشه هستن مثلا یعنی اصلا اونجا این نکته رو فهمیدم که بازم اینا میگن که اوکی پاشو یعنی ته تهش این نقطه سیفه واسه من همیشه است و این خیلی دلگرمی بزرگیه میدونی که تو تهش هرچی بشه اینو داری رفیقا چطور بودن؟ رفیقا که موندن به نظرت کسایی که موندن یا دیپورت نشن یا اصلا کلن اینواو نبودن ببین من کسایی که بودن از اونجا خبر ازم میگرفتن کسایی که باشون رفتن ریاکشن ها خوب بود به نظرت نسبت به به این قضیه یعنی مثلا اونطوری که دوست داشتی ساپورت شدی از سمتشون مثلا به من حقیقتا کسایی که از دید خودم کسایی که مثلا اینوالو نبودن و چون من داخلی بحثی بودم و میخواست پای مثلا چند نفر که اینوالو نبودن کشیده بشه وسط من احساس میکنم من خیلی ساپورتشون کردم که اینوالو نشن اوکی. چون اصلا دلم نمیخواست که این اتفاق واسه بقیه بیفته به قیمت مثلا بد شدن خودم تو گروهی که بودم که داشتیم دیپورت میشدیم اینا ولی ساپورت که آره دوستان بودن رفیقان بودن دیگه یعنی بودن یعنی میدونستن که دارم I'm going through what که برگشتی؟ چی شد که برگشتی؟ ببین فکر کنم 7 ماه بعدش بود برگشتم اصلا نمیدونم چی شد خودشون بخشیدن من یه بن 3 ساله داشتم اصلا بعد مجارستان بخشید ها؟ آره مجارستان بخشید درست بعد بنه رو برداشتن اصلا همه چی اوکی شد من به نظرم فقط دغدغه این بود که چند نفر برن حالا هر کی که هست اصلا مهم نبود کی فقط به قرعه من خورده بود منم بودم
و ببین کسی بود که بخشیده نشه؟ آره بودن، ولی آخرش اونام شدن. یه چیزی که هست اینه که خیلی من به هر کی این قضیه رو میگم یا تعریف میکنم میگه که همون موقع هم حتی مثلا این اتفاقی افتاده، همه میگفتن قسمته 100% یه چیز خوبیه چون تو که کاری نکردی 100% قسمتت بود و اینا. من تو باور داری این قضیه رو؟ نه اونطوری. قسمت رو کلن باور داری؟ نه قسمت رو خیلی چیز نیستم بهش. من کلن خیلی آدم اعتقادی توی چیز اصلا قسمت خیلی چیز عجیبیه. یعنی آقا تو اگر که بگی همه چی قسمته، آیا این باعث میشه که تو واسه کاری که میخوای اونقدر تلاش نکنی؟ مگه نمیگه قسمته؟ بس بعد اتفاق بیفته دیگه. یعنی باعث این قسمته باعث گیواب کردنت روی موضوعی هم میشه، میدونی؟ اصلا کلا این قسمته خیلی چیز عجیبیه که میگن قسمت بوده. من به نظر من یه بچه کلا به نظر من زندگی روی شانسه همیشه. شانس آره. من اصلا کلا معتقدم بیس همه چی روی شانسه. و اینکه میگن که یه کاری رو تو هر چقدر بیشتر واسش تلاش کنی بیشتر مثلا امکان اتفاق افتادنش هست، به خاطر اینکه تو داری آدز اون شانس رو میبری بالاتر. ببین این اینه که تو مثلا رولت کازینو یک بار مثلا بذاری رو 11 یا 1000 بار بذاری رو 11 بالاخره میاد دیگه. اصلا برای همین میگن تو تکرارش کن که این شانس اتفاق بیفته. شانس تو قشنگ به نظر من همه چی شانسه. من بد شانسی آوردم، من باختم، بعدم باختم، بعدم باخته بود، بد شانسی آوردم، بخشی از لایفم بوده، مووان کردم. ولی مهمترین چیز این بود که ازش کلا من اینطوری ام که از هر بدبختی و 6 ماه بود ایران تو فکر کنم آره بهترین استفاده رو ببرم. من خیلی گیتار... حالا هوا چجوری بود اون 6 ماه ایران؟ مثلا بد بود، دپ بودی، افسرده بودی؟ ببین داشتم فکر می‌کردم که بازنده بودی یا اینکه نه لایف، یعنی داشتم به آپشن بعدین فکر می‌کردم دیگه. یعنی این شکلی بودم که الان درس رو کجا بخونم و به فکر کردم که ایران بمونی کلا دیگه مثلا دیگه نمیشه. نه نمی‌خواستم ایران بمونم حقیقتا اوکی اون موقع، ولی داشتم به این فکر کردم که برم یه اصلا کانتیننت دیگه کلن، یعنی از اروپا بیام بیرون. ولی خب اوکی شد کار دیگه، ولی خیلی دوران جالبی هم نبود مخصوصا اولاش، ولی باز اوکی تر شد. حقیقتا من فکر کنم به فراموشی سپردم خیلی شد چون تلخ بود. هیچ وقت هم راجعش صحبت نکرده بودم به غیر از الان کلا این فرار می‌کردی ها 100 درصد چون که اصلا خیلی چیز خوشایندی بود، خیلی چیزی بود دیگه. حالا قبول داری یه بگایی اینطوری ممکنه خیلی تو رو لول اپ کنه؟ یعنی من ببین همیشه میگم من واقعا بدبختی و اینا رو بدم نمیاد، یعنی این شکل نیستم که من خودم بگم دارم. من مثلا داستان مشابه داشتم، بعد یه جایی خیلی مثلا زندگی مثلا پرت شدم. ولی مثلا با بچه‌هایی که همیشه صحبتش میکنیم، با اینکه خیلی شاید مثلا کانسیکونس های افتضاحی داشته تو زندگیم و مثلا یه جایی بد باختم و اینا، ولی نه حذفشون نمی کنم دقیقاً. یعنی تویی که اگه این اتفاق نمی افتاد الان دیگه این سهنده نبود. میدونی چی میگم؟ مدیون 100% همه مدیون این بدبختی هایی که مثلا داشتیم که اصلا 100% لول اپ میکنه و لول اپ کردن شیرین ترین اتفاق ممکنه. من مثلا یه جوابی که به بعضی های اتفاق خیلی بد بسشون می افتاد فکر کنم جوابم رو مخشه، بعضی میخوام از اون ور بوم بیافتم بهش اینو میگم، تو اتفاقا شانس داشتی که این اتفاق تو این سن تو این شرایط واسه افتاد، چون که الان خیلی فرصت جلوتر خفن تری ممکنه بیاد واسه که بتونی خوب ریاکشن بدی بهشون. واسه این بعضی اتفاقا اگه تو یه تایمی بیفته اتفاقا خیلی بد نیست. ولی ببین خیلی واسه قابل جبران شخص داره. خب یه جمله دوباره یه جمله بود، اینم از داستایفسکی اتفاقا. من خیلی داستایفسکی من دوست دارم، خیلی دوست دارم واقعا، چون من خیلی دوست دارم، خیلی آدم باهوشیه واقعا، میپرستمش. بعد این یه جمله دیگه داشت که میگفتش که بدترین چیز واسه من تو دنیا اینه که لیاقت رنجامو نداشته باشم. یعنی این حرف خیلی حرف عجیبیه. خیلی دیپه. یعنی تو داشتی لیاقت رنج تو رنج کشیدنت لیاقت میخواد. تو لیاقت
یعنی تو میتونی، چون که این بحث بود، یه کتابی من میخوندم راجع به این بود که کسایی که مثلا توی یه پایگاه نظامیان، اینا این سختی و دشواریه چجوری روشون تأثیر میذاره، از اینا یه آدم بهتر میسازه، یا به خاطر اینکه اینا زیر رنج اون فشارن باعث میشه که به خودشون اجازه بدن که آدم بدی بشن، عقده‌ای دیگه، عقده‌ای بشن و تصمیمای بدی بگیرن و یک ورژن بدتر از اونا بیاد بیرون. و اینم میگفتش که خیلی ویژن باحالیا، چون خیلی. که منم دیدم خیلی این داستانا، مثلا فرض کن یکی به من مثلا فکر کن مثلا پول منو میدزده مثلا فرض کن، یا یه دروغی به من میگه، یه کلاهبرداری من میکنه، دو تا آپشن داره، من مثلا یه آدمی بشم که مثلا بتونم سری بعدی حواسم باشه کلاهبرداری بهم نشه، به هر کسی تراست نکنم، یا هر 4-5 تا لول اپ کنم، یا اینکه نه منم بگم اوکی اینطوریه، منم برم منم کلاه یکی که از خودم کمتر بلده رو بردارم. هیچ میگم این این دو راهیه رو اگه بری راه درستش خیلی خفن‌تر میشه، ولی خب جفتش هست دیگه. میگه آدم کلا مثلا این شکلیه که هیچ چیزی، شاید هر همه چیز از کنترلت خارج باشه به غیر از یک چیز، اونم ریسپاند تو و ریاکشن تو نسبت به اتفاقایی که میفته. یعنی تو هیچ وقت به نظر من نمیتونی اینو توجیه کنی کار بعد تو که به خاطر اینکه من توی این سیچویشن بودم این کارو کردم، چون این همیشه دست توه. یعنی دست توئه که چه جوری میخوای ریسپاند بدی و ریاکشنت نسبت به اون. تو موافق نیستی مثلا میگی که من آقا من ریاکشن دادم مثلا چون تو فشار بودم، اصلا نمیتونم بپذیرم، اصلا نمیتونم دپرشن داشتم مثلا به تو ریاکشن بد دادم، دست خودته، اصلا ربطی نداره. قشنگ اینه، این میمونه که بگی که خره به من لگد زد، من لگدش میزنم، چون اون لگد زد من درد داشتم هرسی شدم پس منم لگدش زدم. اصلا همچین چیزی رو نمیپذیرم. تو بدترین شرایط، تو هر شرایطی، بازم این تویی که تصمیم میگیری چه جوری آوتکام داشته باشی از اون و ریاکشن چه جوری باشه. این خودش خیلی جذابه، یه میتونیم یه اپیزودش کنیم. اصلا 100% خب واسه خودم یه مسئله است زندگی، اصلا نمیتونم بپذیرم. یا اینکه مثلا بگی طرف به من چیت کرد، یا مثلا طرف پشت سرم حرف زد، منم پس پشت سرش حرف میزنم، مثلا این کارام کردم حقشه، میشه جونش، نمیتونم بپذیرم. چون تو میدونی اون کار اشتباهه، تو میدونی اون طرف این کار اشتباه رو کرده و خودت تصمیم گرفتی که کار اشتباه بکنی، ولی به خاطر اینکه عذاب وجدان رو نداشته باشی یه درپوچی روش میذاری که چون اون کرد من کردم. اصلا مثلا من کلا با توجیه مخالفی. آره 100%. و اینکه میگم همیشه همه چیز آدمو میشه ازش گرفت به غیر از این ریاکشنش نسبت به یک موضوعی یا یک رنجی یا یک فشاری که روش بوده. الان که اینجا رسیدیم میخوام ازت بپرسم که اگه فکر میکنی اون اتفاق نمیافتاد الان مثلا چه فرقی داشتی؟ میتونی مثلا بهش فکر کنی؟ 100%. ببین من کلا بعد اون اتفاق یه ترامایی که گرفتم، من هیچ کار غیرقانونی نمیکنم اصلا، یعنی دست از پا یه کاری ولی بعدش من میدونم که کردی آخه. آره آره آره. خب بعد از اون میتونم بگم گون چطور اینطوری میگیرم، ولی کلن کار الان مثلا همه میدونن که کلن چیزی اگه یکم هم مثلا تو قانون نباشه دست و پا میلرزه برم سمتش. خب طبیعیه دیگه، واسه آدم پیش میاد. آره چون که شانسیه دیگه، بعد تو بعد این شانس رو که تو هم خب آدم بد شانس بری، آره بعد به صفر برسونی، یعنی اینو بعد به صفر صفر برسونی که تو بعدش برگشتی هم داستان داشتی با دانشگاهه. آره متاسفانه. I don't wanna talk about that one. توی هر کشور داری یه تراما فکرم به چه یه بیر جدید میخوام بیارم، یه کات اینجا به این جالب، این مزه بیر میده، اون مزه بیر میده داره. کاسکارا چیه؟ کجا بودیم؟ انگلیس. آه این آب جوه رو آوردیم ببینیم چی جوریه. میگم کاسکارا تو میدونی چیه؟ کاسکارا چیه؟ یه پوست، نمیدونم یه انگوره، یه سی عجیبیه، ولی خب اورنج و ایناست. میدونی کاسکارا چیه؟ ولی فکر کنم بیر ضعیفیه. بده؟ یعنی طعمی داری میگی؟ آره نمیدونم، من که فعلا نرسیدم با اون. ببینیم تو خوب فرمور سپیده چیه داستان ها دارک. تو رو خدا نو وی، اصلا نمیخوام ریاکشن بدم، میخوام خود رو خود ریاکشن بده، اصلا نمیخوام تاثیر میذاره رو. الان یه دونه میخورم، فکر کن ببینیم میتونی حتی دانی خوبه یا بده. که من تو هم ببین ریاکشن میمی که صورت هم فکر کن ببینیم بیر خوبه یا نه. تو هم ببین ما درای چریزه کسافته تو خوشت اومده ایوان تو
ببین من اسم کنم خوشت نیومده تو بیانس، اصلا خوشت نیومده. آخه نیچی نمیام الان که بیشتر فکر میکنم این کاسکارا اگه درست تلفظش کنم، کاسکارا. خب داشتی میگفتی انگلیس رو یه داشتم از این. آره من اون کلن ترامای سر این بود که اونم میگم خیلی به بزرگ شدنم کمک کرد، ولی کلن یه دختر بنده خدایی بود یکم خیلی فشار آورد دیگه، یکم هم از لحاظ یعنی بریک اپ داشتی؟ چیت کرد بهم. اوه آره آره چیت کرد این بده. آره و چیتش هم من این شکلی بود که بعد چیتو دیدی؟ نه چیزی متوجه شدی؟ حالش هم زیاد میرفتم تو گوستان زیاد نه خیلی کوتاه و مختصر میشه راجع به این صحبت کرد. ایرانی بود؟ آره. خب و همون چیتش رو من خیلی بد فهمیدم، یعنی خیلی اذیت شدم سرش و خیلی موضوع دیگه که کلن خیلی دامبطور برخورد. خب خیلی هم بچه بودم. خب دیگه. آره دیگه طبیعیه دیگه. آره. یعنی دامب و این داستانه، چون فکرم 17 بودی. 17 بودم و ایشون 27 بود. خب دیگه داداش من وقتی میری توی بازی که از پیش باخته است معلومه دیگه. آره اون آندرهی زده چی میخوره بهش. آره ولی همین در همین حد که آره اون فکرم داشته بازیت میداده. میتونم حتی بگم شاید اینطوری بوده باشه. سودی واسه اش داشتی تو رابطه؟ به شدت زیاد تا دلت خواه همون داشته ابیوز تو مورس داشته ابیوز میکرده زیاده ابیوز. بعد خواه چی تو از کجا فهمیدی که داره چیت کرده؟ دوستش بهم گفت، یعنی دوستش بعدا با من دوست شد، یعنی همزمان، یعنی داشته متداوم به چیت میکرده یا یه بار چیت نه یاد. آره دوتا دوست پسر داشته دیگه، اینطوری بوده. او مای گاد. بعد خب تو یعنی هیچی نمیفهمیدی دو تا دوست پسر داشته؟ نه با شک هم نکرده بودی؟ مثلا نبودی بیبی شب مثلا شب تکس میدادی مثلا جواب نمیداد؟ به خدا یادم نه. باشه نه خیلی در جریان که نمیدونم. ببین ولی بعدش یعنی تو بعدش بعد بریک اپ فهمیدی که داشته چیت میشده؟ نه توی رابطه بودی دوستش اومد، دوست معمولی چه دوست بدی داشته؟ یک چرا دوست بدی داشته؟ نماد لو بده که الان من یعنی چی؟ الان من اگه بهم چیت کنم بعد مثلا تو مثلا نکست منو ببینی کار بدی نکردم خیلی. نماد داری نمیتونی بگی کار بدی کردی. من چیت رفیقامو نمیگم. بدبخت بیچاره گناه داره. تو چیت رفیقاتو میگی؟ من نمیگم 100% ولی بکش هم نمیگیرم هیچ وقت. آره بکار موافقم. هیچ وقت بکش بستگی داره رفیقا، بستگی داره. مثلا رفیق سمی بکش هم میگیره مثلا نه من تو گوشش هم میزنم واقعا میگیره. آره افکورس اگه چیت کنی بسید هم شد برنامه اگه چیت بود با مورس نه اصلا امکان نداره به خاطر اینکه واقعا کار کسافتی داشت. یعنی چی اصلا چیت اصلا من میکنی تا حالا چیت نکرم بابا جدی دارم میگم چی آخه من تا حالا خداشه ایتا چیت اصلا چون که من دیدم کسایی که روشون چیت شده و اصلا تو چجوری دلت میاد با یکی این کار رو بکنی اصلا نخند واقعا چجوری دلت میاد بابا من نکرم من تا حالا نه چیت کردم نه چیت دارم شده نه 100% که همینطوره ولی واقعا نباید نمیدونم خیلی به نظر من باید خودخواه باشی که چیت کنی. خیلی آدم هایی که چیت میکنم من واقعا انسان نیستن. تو اولا چی رو چیت میبینی؟ من به نظرم ساده ترین چیزم میتونه چیت باشه، یعنی تو به احساسات خودت و طرف مقابل دروغ بگی چیته؟ اوکی احساسات خودت و طرف مقابل، یعنی اینکه مثلا طرف رو دوست نداشته باشی یا اینکه حتی با یک کس دیگه رو دوست داشته باشی با یکی تو رابطه باشی چیته؟ آف کورس 100% یا حتی به این معنی من که خیلی چیته اصلا، یعنی چیته فقط فیزیکال نیست دقیقاً. نه ولی خب اینا باندریش اینه دیگه، یعنی چیت تو این قضیه دیگه به نظرم رد کنی دیگه چیزه. آره ولی به نظرم خیلی کار چرک و کثافتیه. به نظرم تو تازه چیت کردی خودت؟ اصلا هیچ وقتم نمیکنم مطمئنم، به خاطر اینکه کلا احساس میکنم تو یک بار این کارو میکنی و روحتو میفروشی که تو یک بار که این بگذره از آکه من بعدش بریم روح منو بازخرید بکنم. این سوالی که پرسیدی گفتی که اگه رفیقت چیت کنه
تو اصلا مثلا هیچ ریاکشن خاصی نشون نمیدی. مثلا تو اگه ببینی رفیقت یه جا داره چیت میکنه تو اونجایی ببین من دروغ چرا واقعا نمیخوام عده آدم راستشون میخوام بگم نمیخوام عده آدم خوبو در بیارم ولی نمیگم واقعا به یه دلیل نمیگم به خاطر اینکه اول دخالت کنی که باخته یعنی من قدیم نه نگفتن که نمی کاری هم میکنی که جلوشو بگیری یا نه باهاش صحبت تو دو حالت اگه ببینم توی رابطه مخصوصا رابطه خوبیه بهش میگم میگم که مثلا داری اشتباه میکنی مثلا گذرای این داستان نکن مثلا گن نزن به همه چیو اینا ولی صحبت رو میکنم ولی جلوشو نمیگیرم آخه من کلا آدمی نیستم که بخوام خیلی دخالت عجیب غریبی بکنم تو داستان آدم ها ولی نظرت راجع به اون آدم عوض میشه یا؟ نه خیلی جاجش میکنی؟ نه اصلا. چون من خیلی معتقدم که آدم ها میتونن کاراکترهای مختلفی داشته باشن یعنی یه آدم میتونه پارتنر خیلی بدی باشه ولی رفیق خوبی باشه میتونه یکی میتونه پدر خیلی خوبی باشه من خیلی دیدم اینو مدیر بدی باشه توی خیلی دیدم پارتنر بد ولی رفیق خوبی آره برعکسش هم دارم مثلا یکی از خیلی پارتنر خوبی مثلا بر پارتنرش بی‌نظیره ولی رفیق نیست واسه همین اگه با خودم کاری کنه یا ببینم توی مثلا پوزیشن من مثلا با یک کسی دیگه بحث کنه اونو جاج من اگه ببینم یکم از چشم میافت نه کوچون. من میام نمیخوام حتی اگه ازم بخواد بکشم میگیرم یعنی حتی اگه یه جا بشه بازم دروغ بگم اصلا رفیقم میام نکرده میچم چون من کلا هم رفیق بازم هم رفیق بازم همین که هواشونو دارم بعد رفیقام هم اینطوریه این چیزی نیست که تو بخوای واسه رفیقت ساپورت کنی اصلا به نظر من تو این چیز بدیه تو اصلا بعد اصلا چون رفیقته و واسش کیر میکنی به نظر من بعد حالیش کنی که آقا این کار اصلا جالبی نیست باید شده کسی تروماتایز بشه تا الان هر چیزی گفتی یه تروما واسه خود بوده تو حالا باید شدی به کسی تروما بدی یعنی مثلا باعث مثلا یک کسی دیگه الان روی صندلی نشسته بود غیر از تو داشت یه داستانی میگفتش که فایلش ده بودی مثلا گفت آره مثلا 1998 مثلا همچه اتفاقی افتاده مثلا 1999 مثلا یه اتفاقی افتاده مثلا این بعد ولی اون بعد من داستان تو باشی نه فکر نمی کنم ببین 100% تو قصه همه آدم ها این شکلی نیست که یعنی اگه تو واسه من خوبی 100% واسه یکی هم توی داستانی تو آدم بده ایدی 100% من هم بودم ولی این که بجز چیز... من که استثنا نمی ولی من چیزی که یادم باشه خیلی نیست همیشه سعی می کنم که آره دراما واسه کسی شاید آره بودم آره من فکر می کنم بودم آره آره عمدی بوده؟ عمدی که اون منو بعد من میدیده من خودم همچین حسی نمیکردم که کارم اشتباهه ولی اون حس میکرده که مثلا که تو بعد من بودی آره که من دارم کار اشتباهی میکنم که دیگه هم نمیکنم هیچ ولی خب برای اون داستان انگلیسی رو بخوام تمامش کنم اونم خیلی لول اپ بود دیگه باعث شد که تراست ایشو بگیری؟ آره جدی آره. مثلا فهم کنی اگه اون اتفاق توی 17 سالگی نمی افتاد مثلا الان کمتر حساس بودی توی نه اوکی شدم ولی تراست ایشو داشتم یعنی بعدش قشنگ می دیدم که تراست ایشو رو دارم کلا بعد به خودش چیزی گفتی نه اصلا دیگه نه دیدمش نه چیزی تموم شد آره ولی خب فکر کنم خیلی سخت بود اون جام ها آره سخت که بود ولی اوکی بود دیگه باید میشد دیگه این اتفاق باید میافتاد به نظرم هیچ چیز اتفاق خیلی خفن به نظرم اگه مثلا چیت یا یه اتفاق ریلیشن رو توی 17 18 ببینی چون مثلا ریلیشن عمقه خیلی شوت جوکه دیگه چند تا چیز به نظرم خیلی چیزای بزرگی ان تو زندگی یکی خیانت یکی از دست دادن یه عزیزیه یه عزیز خیلی نزدیک یکی مهاجرت اینا به نظرم یعنی تو اگه اینا رو کشیده باشی به نظرم خیلی آدم قوی در میای تش چرا خندیدی؟ داشتم فکر می‌کردم میشخند شیطانی زدی داستان مثلا خنده داره نمیخوام تو من از تو ترامایی داری که بخوای بگی؟ تراما داشتم ببین تراما داشتم خب خیلی تراما هم ولی عجیب غریب نبودن ولی کلی بخوام راجبشون صحبت کنم این که من خیلی احساس کنم هلیکوپتر هواپیما چی داره رد میشه نزننمون اگه اون اتفاق نبودن به تو لحظه منو ترکوندن خب
شاید ترکون تو لحظه من و مثلا تمام پلنه زندگی و مثلا این ور اون ور که 6 ماه عقب انداخت فلان بیسار، شاید حتی به من تراسیشو داد، مثلا هزار تا چیز دیگه داد، ولی اون داستان باعث شد که خیلی لول اپ کرکتری پیدا کنم. اگه اونا نبوده من برای من، حالا داستان تو یکم متفاوت، برای من اینطوریه که من استفاقی که واسه من افتاده، حالا نه به اون نحو نه تو اون مسیر، احساس میگم تو بر هر آدمی اتفاق میفته، یعنی یه تو یه روزی بهت احتمالاً چیت میشه، مثلا حالا داستان من چیت نیست، یه روزی احتمالاً مثلا فرض کن یکی کلا میذاره سرت، یکی احتمالاً یه سری اتفاقا خیلی سخته تو زندگی، یکی دیگه نشسته باشه خونه کلا ایزوله کرداش نمیبینه، واسه همین اتفاقا توی یه اشلی باید توی زندگیت بیفته، توی یه نقطه‌ای که اتفاقا هوشیاری، مثلا توی یه سنی هم ممکنه 17 سالگی مثلا تو یه تراست خیلی دیوونه‌ای بکنی، باز 21 سالگی اون تراست رو به یه آدم دیگه بکنی، میدونی چی میگم، چون نتونستی از اون داستان قشنگ درس بگیری. ولی من فکر کنم این شانس داشتم اون اتفاقای زندگی توی سنی واسم افتاد یا توی یه لولی از چیز خودم افتاد که هوشیار بودم، تونستم اون درس رو که میخواستم بگیرم، یعنی خیلی لحظه برام سخت بود اون تایم، ولی الان میگم که اوکی خیلی خوب افتاد، خیلی خوشمو افتاد، همین که هم خودم رو خیلی بهتر شناختم تو اون قضیه به جز اون لول اپه، هم اطرافیان به نظرم یه اتفاقی که میفته تو کل اطرافیانت هم بیشتر میفهمی، یعنی تو میبینی که اوکی من الان مثلا یه ریاکشنی واسم افتاده، من برام یه اتفاقی افتاده، ریاکشن بقیه چیه، الان مثلا اونی که رفیق بوده دیروز، تو فرض کن الان دیگه داری دیپورت میشی، مثلا میگم شاید به درد خیلی آدمای دیگه نخوری توی مجارستان، یا مثلا خیلی دیگه الان مثلا پوزیشن بالایی نیست، بعد اون تایم میبینی که آ کی کنارته، میبینی چی بهت میگم، تا قبلش مثلا توی دنیای فانتزی خیلی مثلا بچگونه باشی اینطوری که فکر می‌کنی اوکی همه چی خیلی رنگی رنگی و همه هستن کنار، ولی وقتی یه تروما جدی میفته، نه اتفاق بد نه تروما، واقعا یه تروما میفته که واقعا میارتت پایین، اون موقع بجز اینکه خودت رو میتونی به یه شناخت خوبی برسی، آدمای اطرافت هم خیلی خوب میتونی پیدا کنی که آقا مثلا اون موقع مثلا وقتی دیدی مثلا سنت کمه میگن خانواده و فلان و میگی اه بابا این خیلی کلیشه است، ولی مثلا تو یه سنی مثلا تو 25 30 مثلا تو یه چیزی مثلا واسه یه اتفاقی میفته، اون موقع میفهمی آقا این جمله که آقا خانواده است که میاد سمتت و دستتو میگیره از اون باتلاق میکشه بالا، اون یعنی معنیش چیه، یعنی میفهمی که چقدر فرق میکنه. قبول دارم واسه منم همینطوری بوده خانواده، ولی واسه بعضی هم خانواده نیست، یعنی شاید یه چیز دیگه پیدا، شاید رفیقشون اصلا، شاید پارتنرت باشه، دقیقاً پارتنرش واسش اون نقطه سیف، اونا خیلی آدم خوش هستن. منم اینطوری بودم، من خیلی آب داشتم که کنارم بودن، یعنی فقط خانواده نبود، رفیقی داشتم که کنارم موند، ولی میگم دیگه اون تایم بودش که خیلی درکم از زندگی و خیلی اتفاقات دیگه رفت بالاتر. من اشغاله باید باشه، عشق و حال زندگی، همه چی رو روال باید همه چی باشه، اون هست، ولی نمیگم برو یه خودتو بذار توی موقعیتی که اصلا تروما، یعنی من اینطوری نیستم که بگم اوکی من میخوام خودم بذارم توی موقعیتی که الان مثلا یه تروما بشه، الان موقع لول اپ همه، تروما خودش میاد، یعنی هر کاری بکنی تو زندگی یه اتفاق بعد همیشه اتفاق میفته، همیشه یه عزیز از دست میدی، همیشه یه رابطه بعدی شروع میکنی، همیشه یه خیانتی بهت میشه، حالا تو دوستی، توی ریلیشنشیپ، هر چیزی، ولی فقط این باید اون لحظه هوشیار باشی، اون لحظه نباید بعضی اصلا یه اتفاق بدی باشون میفته، یا اول از همه ایگنورش میکنم، یا اصلا انگار نه انگار که اصلا بوده، یه میخوان فراموشش کنن، یا مثلا خیلی شل میپذیرنش، مثلا این اتفاق اشتباهه دیگه، من اینطوری هم که این اتفاق میفته، اتفاقا به نظرم اون سوگه خیلی بد نیست، سوگه باید باشه، قشنگ باید بیفتی گریه کنی، درد رو بکشی، ولی بعدش بگی اوکی میخوام الان چیکار کنم، میخوام الان بیام باز زجی شد، اون لول اپ کردنه لذت بخشه، میدونی چی میگم، یعنی اون درسی که تو گرفتی بعد خودت میبینی که اوکی اصلا ایمپروف کردی بعد یه مدت، اون خیلی لذت بخشه 100%. تو اینا رو میخونی میخری؟ اولش خیلی بده ولی وسطاش خوب میشه. آره همون ادامه بده. یه عکس شورت داره پشتش. فکر کنم نمیشه اینو بغل شورتتو میکشه پایین. چرا واسهت مهمه که وقتی اصلا کلا یه چیزی بر خودت بذاری بمونه بعد مرگت؟ یعنی میز نمیدونم سوالام میتونم خوب بپرسم نه. اینکه یه لگاسی ازت بمونه، یا اینکه اصلا برات مهم هستش که بعد مرگت چه اتفاقی میفته؟ مثلا یه چیزی میخوای بذاری بمونه یادگاری از خودت، حالا مثلا یه
یه فکر کنم مثلا میخوام بگم اصلا یه چریتی. آره اصلا فلسفه بچه‌ام واسه همینجا میاد دیگه. آره دقیقاً خیلی‌ها بچه دوست دارن چون دوست فکر میکنن اگه بچه نگیرن اینا اصلا توی دنیا نبودن، یعنی میخوان این نسل جدی میگم، یعنی از اینجا میاد که مثلا بچه داشتن به این یه حس موندگی ایمورتال میده. میدونی چی میگم؟ انگار من هنوز هستم، من خودم مثلا چیزام بوده. آره خیلی خودخواهان است دیگه. من خیلی خیلی دوست دارم که کلن اسمم بمونه، یعنی این مرسه که ساختمش در است. بعد کلن همیشه تو آیدیام هست که اینو یه مثلا حالت برندتوری چیزیش کنم که خیلی باحال میشه. خیلی مثلا کارل هست که اون فشن دیزاینری که مثلا اسمش مونده دوست تو فشن باشه. ببین فشن خودم خیلی دوست دارم کلن، مخصوصا مثلا فشن زنونه رو هم دوست دارم، کیف و کفش و اینا مثلا جالبه مثلا. بله. آره ولی کلن دوست دارم این بمونه حتی اگه خودم نباشم، این اسمه مثلا به عنوان یه برندی یا حداقل یه چیزی که روش اساسا مهمه مرس که گذاشته باشم این بمونه. آره دوست بعد دارم باشه. یه چیزی باشه. آره. به مرگ فکر میکنی زیاد ها؟ فکر میکنم. آره خیلی حقیقتا مثلا شکلی هم که مثلا همین الان اگر که اتفاق بیفته هیچ پشیمونی و ناراحتی ندارم. به نظرت اولین چیزی که وقتی بمیری آدم ها تو رو یادشون میاد چیته؟ مثلا مام باید این بد بود، این چیتره خوب شد خدا رو شد، ولی یه چیتر بود. ولی چیه تو رو به یاد میارن اگه نه؟ سوال خیلی سخت. اینو به نظرم بعد از آدما بپرسیم. مثلا دوست تو دوست داری به چی تو رو یادشون بیاد؟ مثلا بگم مرس خدا بیامرزتش همون پسری که سنو مهربون و بخشیدن، مهربون بودن و بخششش. نمیدونم دوست دارم این شکلی ازم یاد شه حداقل. ولی تو منو اگه بمیرم الان چی یاد میکنی تو سخنرانیت؟ که یه نامه گرفتی دستت. من تو اگه بمیری دور از جونه، ولی من اگه مثلا بخوام دو خط بنویسم، مثلا بخوام بگم، آخه بهش فکر نکردم ولی قطعا خیلی برات بهتر میسم. قول بهتون اگه مردی یه مد مثل تویتو هست یاد بای من این خاطره فکرم الان نمیخوام طولانی شه، ولی یه شب منو مرس که من داشتیم با هم جملهش بده بگم منو مرسشی میخواهیم، ولی یه شب آره من مرس برنامه بود در کنار هم داشتیم می‌خوابیدیم اینم در یک خونه‌ای بودش که خب جا که باجت کم بود، تعداد تخت خواب کم بود، آدم هم زیاد بودن. بعد دقیقا نه حالا گوش کن. بعد اما اگه یکی از کور مموریان با توه این که صد درصد، چون خیلی هم شب خوبی بود هم خیلی خندیدیم. بعد همینطوری داشتیم میخندیدیم نان استاپ تو دفت. بعد من اون وقت خیلی فاز توییتر و اینا داشتم، میخواستم یه توییتی بزنم خیلی واسم مهم بود. بعد اینطوری بودم که مثلا من صبح بیدار میشدم یه برای خودم یه سابجکتی میذاشتم، مثلا میگفتم امروز من باید راجع به یه دختری مثلا راجع به موهاش صبح راجع به توییتی که میخواست بزنه فکر میکرد. آره دقیقا میشه فکر میکرد انگار مثلا کتاب میخواد بنویسه پابلش کنه. میگم مثلا منو میدیدی یه گوشه مثلا دارم مثلا کافی میخورم دارم یه جمله رو تکرار میکنم، موهایش در باد. آره موهایش در باد. بعد هیچ بعد تو تخت بودیم و اینا به مرس بخیلی مثلا ساعتی که دارم میگم 6 و نیم صبح بود، یعنی که نور که زده بود بیرون ما کرکی کشیدون بیرون بتونیم بخوابیم، خیلی مثلا 6 7 صبح. بعد من قفلی بودم میخواستم راجب گونه ایادش گونه یه کلمه دیگه بود یادم نمیاد، میخواستم توییت بزنم. بعد من دیدی توییت هم 75 درصد توییت من راجب گونه است. بله بله یا گونه است یا چش و چاله یا نه من خیلی گونه دارم انگار فتیش گونه است. بعد چی بعد ما خوابیدیم، یعنی ما انقدر خندیدیم خوابیدیم. من هی داشتم قرب میزنم که من میخوام یه توییت راجع به گونه و اینا بزنم. بعد یه دفعه 10 دقیقه بعد من اینطوری بودم یو فهمیدم میگم من همونو مرس ترسید، یعنی من یه دفعه جیغ زدم من خواب پا شدم مرس گفت چی شده جاذبه کشف کرده. آره بعد همونو گوشی رو برداشتم مرس میگم میتونی داشت دو چشی من بود. همونو گوشی رو برداشتم شده نشم درافتش کردم فردا چیزش کنم. خیلی خاطره عجیبی بود. چی
آره گونه آره, آره دیگه همین دیگه اصلا گونه کورش یه... بود یعنی من میخوابم خیلی به ملهام میشه. آره اصلا چی شد به اینجا رسید؟ چی گفتی؟ گفتی تو اگه بخوام برات بنویسم آره. ببین بهش میگم یعنی برای تو قطعا اگه برای اون توییت یه روز فکر کنم واسه تو قطعا سه روزه، ولی راجع تو این استم که مرس خیلی رفیق بود و ببین خیلی رفیق بوده خیلی خودش داستان توش یعنی تعریفه، یعنی خیلی رفیق بود و اینکه من فهم میکنم حال خوبی که داشتیم به ذهنم میاد، یعنی من و تو هر موقع بود، یعنی من خودم خیلی تایما بوده که آره من فکر کنم تو هم بوده که مثلا تایمای سختی بوده تو زندگیت مثلا به هم خوردیم، منم روزایی بوده که خیلی مثلا مودی با هم بودم، ولی هر موقع رسیدیم به هم انرژیمون خیلی بالا بوده و فکر کنم چیزی که یادم میاد همین فانی که داشتیم، یعنی اون حال خوبی که دو تایی به هم دیگه دادیم، اینو خیلی فکر می‌کنم بهش من چیز کنم. من چیت کنی بک تو نمیگیرم. خیلی رفیق خوب شد این پادکست رو زدم اگه سری برنامه من که البته خب خداشو با خوب آدم اینجوری رفیق شد چیت اصلا نیست، ولی اگه چیز شد که یک در هزار که نمیشه خدا رو شکر اصلا هیچ، ولی جلوی تو هیچ چیت نمی‌کنم، ولی آره اینو چیز می‌کنم. تو اگه بخواید منو به یه چیزی بگی بمیرم یاد کنی چی مو یاد دور کنی؟ از جونت دور از جونت. خیلی بامزه و خیلی بامزه و خلاق به نظر من، خیلی آدم خلاقی هستی و من با تو واقعا بیشتر از هر کسی میخندم. دقیقا ما خیلی با هم میخندیم اصلا میخندیم. بعد اصلا کلا همه اصلا چیز معمولی هم میگی واسه هم بامزه است. نمیدونم من خودم آخه اینا این چیزیه که خیلی بهم گفتم، من دیدم که عین کاراکتر انیمیشن آلیه یه بار یه دختر نمیدونم کی بود بهم گفت شبیه آلوین سنجاپور بعد گفتم دست دادم نکنید غریبه هم بود ولی خیلی یفه out of nowhere. ولی من فکر کنم اگه بمیرم اتفاقا خیلی من این سوالی که بعد بقیه میپرسن داشتم فهمی کنم من بمیرم چی، من فهمی کنم خنده هام یاد خیلی ها، یعنی انقدر با همه رو خندوندم و خودم خندم پرشون، من فهمی کنم اولین چیزی که وقت بعد مریم داشتم این سعی همون که پسری که خیلی میخندید و عمل تو هر اتفاق چیز بود چون خیلی هم خونسردم، یعنی آره تو مثلا بدبختی اینم جوک میسه آره یعنی دقیقاً، یعنی خیلی هم ناراحت میشه دستم، ولی همه میگم آقا ناراحت نشیم، یعنی من تو تراما ترین داستان زندگی خودم جوک میسازم میام میگم، یعنی یه چیزه ولی ای بابا جالبه. ولی الان این موضوع مرگ شد، اینم میخواستم بپرسم تو حاضری واسه چی جون بدی؟ واسه عشق تو میدم خرمم چه آسونی بدیه تو اصلا باید اصلا چون رفیقته و واسه کیر میکنی به نظرم خیلی خاطر عجیب بود چی؟ بعد یه دفعه 10 دقیقه بعد من اینطور بیدم کجا برم در سر رو چی کار کنم اینه